خب در این کلیپ متریال چوب رو کار میکنیم و ما دو ورژن متریال چوب رو خواهیم داشت. خب خیلی سریع انجامش میدم. متریال ادیتور رو میارم، یک متریال پایه ویر متریال رو میارم، اسمش رو میذارم وو دیتیل، یک مپ دیفیوز رو براش وارد میکنم که این هستش، بعدش مپ بامپ رو وارد میکنم که اینی که هستش، میارمش اینور. بعدش متریالش رو میارم، رفلکتیویتیش رو میبرم بالا ولی نه خیلی، و گلاسینس رو از یک پیش فرض میارمش پایین به حدود 16 یا 65 میام پایین، به قسمت مپ ها میرم و بامپ رو میبرم بالا، مثلا 30 رو به 80 تغییر میدم و اون رو اطلاق میکنم و ببینیم که چطوری دیده میشه. اون متریال رو به اون سقف طبقه همکف اعمال میکنم خب رندرش مناسب هستش، فقط تایل بندی اون باید کمی اصلاح بشه. خب مپش رو میارم در قسمت تایلینگ 5x5 رو وارد میکنم، فقط یادتون نره این 5x5 رو در قسمت بامپ هم اعمال بکنه. دوباره تست رندر میگیرم، همونطور که میبینید 5x5 یکمی زیادی شدش و سعی میکنم که عدد پایین تر رو وارد بکنم، مثلا 3x3 و در اونی که من به همین 3x3 رو وارد میکنم و تست رندر میگیرم. خب همونطور که میبینید تایلینگ اون دیگه خوب شدش و میرم همون متریال رو به اونی که قسمت هم اعمال میکنم. خب اینم از این و بریم رندر بگیریم چکش بکنیم. خب اینم عالی شدش. حالا بریم سراغ متریال شیشه مات که در قسمت های حالا کمتری از صحنه استفاده شدن. خب متریال تو رو دوباره باز میکنم، این متریال رو به عنوان یک نقطه شروع میگیرم و شیفت کلیک و درگ میکنم که کپی ازش گرفته بشه. اسمش رو فراست گلس یا متریال شیشه مات میگذارم. خب مات کردنش خیلی راحته، تنها کاری که باید انجام بدین هستش که به این قسمت بیاید و در قسمت رفرکشن یا شکست نور بیاد گلاسینسش رو بیارید پایین، مثلا نیم. عالی شدش و بریم اون رو اعمال بکنیم به قسمت هایی که اون متریال ها رو باید داشته باشن. ویدیو رو هم جلو میزنیم و بریم تست رندر بگیریم. خب این هم عالیه، فقط تنها کاری که باید انجام بدیم این یه تیکه درب چوبی هستش که در اینجا هستش. دوباره برمیگردم به کادر متریال ادیتور، یه دونه ویر متریال رو میارم، اسمش رو تغییر میدم به فاند وود، یه دونه دیفیوز مپ ساده بهش وارد میکنم، همین یه دونه مپ رو، و از همون تکسچر در قسمت کارکشن استفاده میکنم و اون رو متصلش میکنم به مپ بامپ، درست مثل همون متریال سنگ قبلی که کار کردیم، و همون مپ رو به کارکشن هم متصل میکنم، تغییرش میدم به مونوکروم و کنتراست رو یه ذره میبرم بالا، شاید برایتنس رو هم کمی زیاد کنم، میخوام این در حدی باشه که جزئیات حالا لایتی رو داشته باشه. متریال تو رو دوباره میارم، رفلکشن رو کم میکنم. این متریال انعکاس بیشتری داره و گلاسینس رو هم بیشتر میکنم ولی نه خیلی، حدود 7 مناسب هستش و میام پایین در قسمت بامپ ها، اینجا 50% رو وارد میکنم، در رو انتخاب میکنم، اون متریال رو بهش اطلاق میکنم و میریم تست رندر میگیریم. خب اینم خوب شدهش، این شد متریال چوب و متریال شیشه مات. در ویدیو بعدی میریم روی
نورپردازی توسط آبجکت ها کار خواهیم کرد. ترجمه و دوبله جعفر سیدی، تیلد مکس فارسی دات آی آر.